سلام دوستان وقتتون به خیر باشه بحث درباره موزگیری ایران پیرامون و مسئله افغانستان و اصلا نگاه حاکمیت ایران به طالبان همچنان بحثی داغیه یعنی شما نگاه میکنید یک سال از مسئله رخدادهای عجیب و غریب افغانستان گذشته همچنان به محض اینکه یه اتفاقی تو مرزهای شرقی میفته یا آن سوی مرزا میفته مثبت یا منفی فرقی نمیکنه دوباره این بحث داغ میشه یعنی همچنان کاربرایی هستن که به و حقیقتش رو اگر بخواین من خودم وقتی بررسی میکنم یعنی یک سالی هست من درباره مسئله این شکلی و اصلا درباره در مسئله طالبان محتوی به شما ارائه ندادم ولی وقتی نگاه میکنم ببینم که بس بس جذابیه یعنی چیزایی که دوستان میگن سرگرم کننده است همچنان دوست دارم برم بشم منطقه رفقا رو نگاه بکنم خب اخیرا یک تصویری از نیروهای طالبان منتشر شده این تصویر نشون میده که یک اقامه نماز بین مرزبان ایران و نیروهای طالبان اتفاق افتاده که هر اون نیروهای طالبان اقتدا کردن به یک روحانی شیعه ایرانی اقتدا کردن به روحانی شیعه ایرانی و در کنار مرزبان ایران دارن نماز میکنن خب این خیلی مرتجع کاربرهای شبکه شما قرار گرفته یه نکته رو من داخل پنتز مام خدمت شما عرض بکنم ما با یک گروهی در حوزه رسانی روبرو هستیم که من دوست دارم اسم اینها رو بذارم وطن حالا لزومن وطن فروش بهشون نمیگم بدخواه های وطن بخششون در داخل کشورن که فضای افکار عمومی رو حتی فضای مردم خودمون رو برخلاف اون چیزی که منفعت وطن هست به صف میکنن یا شون خارج از کشورن در حوزه افغانستان و در مسئله افغانستان اینا دو تا سناریو روی میز دارن اگر یک اتفاق مثبتی از سوی طالبان بیفته اگر یک حرکت مثبتی که به اصطلاح خودمون پیام مثبتی باشه به جامعه ایرانی یک رفتار غیر منفی باشه رخ بده اینا میگن که با هم، اصلا این جفتشون با هم ما گفته بودیم اینو با همان. دیدی ما میگفتیم که ایران پشت طالبانه عکسشون منتشر میکردیم با ظریف رفتن نشستن ساعت دیدی ما راست این اصلا خودشون چقدر با رفیقن؟ ما از اولش همه اینا رو گفتیم این یک فضا اگر یک اتفاق منفی بیفته مثلا یک تنش مرزی رخ بده فورا میگن که حکومتداری بلد نیستن ما اگر یادتون باشه گفته بودیم باید حمله کنید به افغانستان باید با طالبان بجنگیم باید برید پشت سر اون کسانی که پنچیر هستن بهشون سلاح برسونید نکردید این کارا رو الان همینه وضعیت همینی که ببین یعنی خارج از این دوتا نیست یا میان توضیح میدن که تو بخشی از طالبان هستی و اصلا خود طالبان رو راه انداختی یا میان توضیح میدن که تو باید یک بازه زمانی با طالبان میجنگیدی و این کار نکردی و مشکلات به خاطر اینه این هم داخل بندوز بگم ربطی نداره ولی الان ممکنه بعضی از دوستان به خودشون که خب اگر ایران با طالبان نجنگیده پس حتما حامی طالبان دیگه آقا من با اسرائیل هم نجنگیدم من با عربستانم هم من با آمریکا این چه منطقی آخه چون من دیدم که اصلا از این دستم تکوتوک شنیده میشه یعنی وقتی طرف توضیح میدی که آقا این منصفانه نیست که شما از یه طرف میگی می که ایران با طالبانه وقتی حرفای این شکلی میبینی تصاویر این شکلی میبینی از یه طرف وقتی تبادل آتشی رخ بده وقتی تنش مرزی رخ بده می اعلام میکنی که نه اینا باید با هم میجنگیدن و چون نجنگیدن اتفاق افتاده یه حرفای این شکلی این وسط زده میشه که خیلی منصفانه نیست دوست داشتم که به این بهانه اونها هم یه اشاره بهش بکنم ولی خلاصه حرفی که میخوام خدمت شما عرض بکنم تولیات رسانه‌ای بدخواهای وطن از این دو تا حالت خارج نیست هر اتفاقی که در افغانستان رخ بده اینها یکی از این دوتا موزه رو میگیرن به هر جهت دوباره بعد از اینکه این, این تاثیر در رسان ها منتشر شده این بحث داغ شده یعنی یه سری از کاربرها هستن برای مثال اگر تحلیلگر یه چیزی خصوص طالبان گفته اتفاق مثبت یا منفی میفته سری زندهش میکنن تحلیلگر یا فلان گفتی این نظر چیه چجوری جوریه این شکلی تو مسئله طالبان همین فضا رو برای یه سری از کاربرهای دیگه هم پیش میارن یعنی میرن میپرسن آقا یا تو فلان گفت الان از چیه یا کنایه میزنن یا نیش میزنن یا حرفی میزنن بعضیات میخوان بدونن که شما در بازه زمانی فعلی همان گونه یا نه خب این فضا دوباره داغ شد به بهانه این عکسه و کاربرها سوال این شکلی رو اصلا پرسیدن از چهرهای به خصوص که دارن در این حوزه کار میکنن یک کلکلی بین دهواشی و علی علیزاده در توییتر رخ میده که اصلا رابطه مسئله طالبان نداشته یک بحث دیگه این دو هم داشتن و مطرح می‌کردن معارضه شهبازی اونجا یه سوال از حسین دهباشی می پرسه و سوال این بوده که شما چرا برای مورزه با طالبان و افغانستان نرفتی جناب دهباشی حالا رابطه واقعا نداشت این مسئله ولی خب دوباره بحث طالبان اینو داغ شده به هم دیگه می‌زنن حرفای این شکلی رو مطرح می‌کنن بعد دهباشی این شکلی پاسخ میده میگه که تن ناز عزیز جناب شهبازی کجا نوشتم که برای مورزه و طالبان من یا هر کس دیگر به افغانستان برود آیه ده باشی ببخشید من انقدر راحت میپرسم شما این توییت رو در سلامت کامل ارسال کردین انقدر راحت شما تاریخ رو تحریف میکنی خب توییت تاریخی علی حسین دهباشی که کسی فراموش کنی که توییت خیلی معروف ایشون در خصوص طالبان داره در لحظه به محض اینکه دهباشی این حرف میزنه علی علیزاده میره همون تویتر میاره یادآوری میکنه آقا اینجا اینو گفتی داش چی داری تکذیب میکنی شما انقدر سری میزنید میزنی زیر قضیه من توییت دهباشی را شما بخونم نوشته بوده این برای اون زمانی که طالبان بر کابل مسلط میشه نمیشه گرچه پیر و چاق و کند شدم اما هر لحظه اگر همسایگان و همریشه های افغانستانی هم اشاره بکنن گفته یا دوربین دستم میگیرم یا تفنگ دستم میگیرم میام اینجا بابای این نیروهای مثلا طالبان اینا در میاد آیه دهباشی همون موقعی که شما میگفتی که اگر لازم باشه تفنگ یا دوربین به دستم میگیرم خیلی از خبرنگارا بلند شدن رفتن افغانستان تصویر گرفتن چرا نرفتی شما یه بار فیلم مستند انتخاباتیه یه شیخو ساختی طالبان هم, این هم شیخ داره میرفتی از چهار تا گزارش میگرفتی چه فرقی داره یه گزارش تهیه میکردی چرا اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه اون چیزی که ما از آقای دهباشی و دوستانش در اون بازی زمانی شاهد بودیم یک تحریک افکار عمومی بود ببین کسانی داشتن میگفتن که بری توی افغانستان با افغانستان و به بهانه این مسائل با طالبان به جنگین، که اینا تا دیروز میگفتن که آقا اینایی که میرن سوریه مدافع اسدن و اینا مدافع حرم نیستن که اصلا چرا سوریه چرا ما باید بریم کشور دیگه و چجوری منطقتون چجوریه اونجایی که آمریکا برش میاد ما یه بولش سوریه سوری شما پاسخ بدهی اینجا که آمریکا خوشش میاد ما درگیر جنگ بشیم شما داری تحریک می ما بریم اینجا مشکوک دیگه قابل تعامله ببین شما وقتی که میگی افغانستان من میشنوم یمن عربستان شما وقتی میگی افغانستان من میشم اوکراین روسیه خب دلیل نداره که من در داخل این باتلاق حضور پیدا بکنم شوروی رفته اونجا به مشکل خورده آمریکا من برای چی باید حضور پیدا بکنم بله اگر یک جایی احساس کردم نیاز هست حضور میدانی هم خواهم داشت الان چرا خب بازی خوشمندانه بود بازی خوشمندانه بود برای اینکه افکارمون اولا تحریک بشه اگر شد حاکمیت رو ببره به این سمت که اتفاقاتی رخ بده حتی بعضی از رفقای حزب اللهی ما هم اینا متاسفانه با خودشون همراه کردن عزیزانی که من قبلا به اسم هاشون اشاره کردم ولی چون این ویدیو الان خیلی تونده دوست ندارم به اسم این عزیزان محترم اشاره بشه ولی اینا هم به خودشون همراه کردن که اولا اگر شد حاکمیت وادار بشه این کار دوم اگر نشد یه کاری کنیم که افکار که با ما همراه شده حالش از حاکمیت به هم بخوره بگی اینا با طالبانه و این کاری کردن این فضای رسانی رو به راه انداختن حالا بعضی از دوستان ممکن اینجا داخل پندز بگن آقا دیگه ما اصلا از یه جایی بعد بحث اون بحث حمله ایران به افغانستان و جنگ با طالبان نبود بحث اون بود که از پنج دفاع بکنید بله بحثتون این بود ولی ما هم منطقمون این بود که حاکمیت ایران دلیلی نداره که مردم افغانستان رو اون هم در شرایطی که داعش و گروه های تروریستی دنبال بهانه برای متجشان با طالبان هستن به این شکل در مقابل توپ قرار داده مردم افغانستان گوشت لب توپ نیستن بله باید در مقابل تکفیر و در مقابل انحراف ایستاد ولی راه خودش داره راه این چیزی نیست که شما میگید اون عزیزانی که بحث پنچی رو داغ میکنن الان کجا رفقای ما کجا اون دوستانی که در اون میدان میگفتن می ایستیم فلان میکن الان کجای اسمشون خب اگر من حمایت میکردم در اون بازی زمانی چی میشد اون رفقا قرار بود کجا برن و اگر سلاح زمین میذاشتن من کجای داستان بودم ببین بحثا پیچیده است ما وقتی میخوایم در خصوص مسائل ملی صحبت بکنیم و مسائل فراملی که بر روی دو تا ملت اثر داره صحبت کنیم باید همه جوانان رو بسنجیم دیگه با احساسات که نمیشه که بله با احساسات اگر میخواستیم صحبت بکنیم مطمئن باشید من امروز میتونستم به بهانه مسئله پنچیر و افغانستان بیشترین لایک و فالوور و سابسکرایب رو جمع بکنم کسی شک داره تو این قضیه ولی باید معقولانه و به دور از احساسات مسائل رو دی نمیخوام خیلی رو این داستان برم جلو یه نکته میخوام بگم بعد از این ماجره ها خب این کلکل که آیه دهباشی و آیه علیزاده و آیه شهبازی و اینا انجام میدن اون شب بهت فوش و فوش کشی میکشه یعنی یه چیزای اون مطرح میشه که بعد شهبازی میشه میره جلوی کافی دهباشی و بعد اسخای میکنن از یعنی میکنن که یعنی از بابت فوشایی که بیان شده است و مخاطب دیده از مخاطبین اسخای میکنن و چیزی این شکلی چون خیلی اون ادبیاتی که به خصوص حسین دهباشی به خرج داد خیلی مثبت 18 بود خیلی مثبت 18 و اوریان و خیلی زشت بود چیزهایی که منتشر شد حالا من با اون بخشش کاری ندارم و از فضای ذهنی این دو تا عزیزم واقعا خبر ندارم ولی اون نکته که میخوام بگم اینه ببین ما داریم در خصوص فردی صحبت میکنی که این فرد تاکیدش بر اینه که داره در حوزه تاریخ ایران کار میکنه به خصوص تاریخ شفاهی بعد در روز روشن توییت خودش داره انکار میکنه آخه چطور ممکنه شما داری برای من تاریخ میسازی توی کشورم و انتظار داری من به تاریخی که تو داری میسازی اعتماد بکنم ولی توییت خودت تو داری سوال توییت یه سال پیش خودت تو, تو گردن نمیگیری. و تاریخ داریم سازی برای ایران خب این قابل تعامله دو سه تا نکته می‌خواستم بگم نکته اول این که دوستان عزیز بعضن پیش میاد افرادی بین من و شما تلاش میکنن که روی نقاط خاص بیستن برای مثال روی تاریخ سازی برای شما چون به عقبه طرف نگاه بکنید به رفتار طرف, طرف نگاه بکنید ببینید که آیا این آدم میتونه قابل اعتماد باشه یا نه خب نشونهای ما میتون داشته باشیم دیگه بعضی جاها میتونیم به فکتای برسیم این نکته اول نکته دوم وقتی مسائلی مثل انتخابات و چیزهای از این دست پیش میاد یه بررسی بکنه عقبه افراد رو و ما وقتی درباره باره آقای دهباشی رو صحبت میکنیم از فردی حرف که رفت برای روحانی رای جمع کرد فیلم انتخاباتی رو ساخت به محض اینکه ماجرا تموم شد لفت داد از گروه آقای روحانی اومد بیرون تو مسئله پنچی رو افغانستان دوباره همین داستانه همه رو تحریک کرد انداخت شبه دقیقا مدل رفتاری آقایه. باشی حالا من دارم رفتار ایشونو بررسی میکنم ممکن است خودش موافق نباشه یه جایی هم بیاد خلاف این رو بگه من حتما بهش اشاره میکنم آقا ایشون پاسخش در این خصوص این شکلی بوده ولی ما وقتی در ده دهباشی صحبت میکنیم داریم در درباره فردی صحبت میکنیم که انگار ماموریت او تحریک برای انجام اقدامیه توی ماجرای انتخاب شما نگاه میکنی افکار عمومی با مسند او تحریک میشه که به روحانی رای بده توی ماجرای طالبان افکار عمومی متاثر البته افکار عمومی که مخاطبینش دیگه متاثر از رفتار او تحت تاثیر قرار میگیره و متأثر از توییت او که من اگر چه چاقم و خستم و کندم و این صحبت ها ولی اگر لازم باشه و دستوری روی دست دست سلاح دست میگیرم میام افغانستان خب متأثر از رفتار او تحریک مخاطب رو داریم میبینیم یعنی رفتار رسانی نیست این مدام داره مخاطب رو تحریک میکنه برای اینکه یک پیام خاصی رو یک هدف خاصی رو محقق بکنه نفوذی و منحرف و این شکلی نمیبینم مثلا دارم یک رفتار رسانه‌ای رو بررسی میکنم بعد و تعامل بیشتر درباره این چیزایی که میبینیم نظارگر باشیم و بعد از اون تازه سر نظر نکته دیگه ندارم فکر میکنم که این داستان ها من نگاه میکنم این توییت هایی که این دوستان این روسا ارسال کردن حالا رفقایی که در جریان داستان سلام ایتالیا به چی داره میخنده بعد متنشو میدیدین میدیدین که متوجه میشین به چی داره میخنده من نکته ندارم اگر احساس کردید نکته ای هست حتما به این ویدیوها اضافه بکنید و صرفا چند تا پیام میخوام براتون بخونم دوستان دقت کردین من تازگی ها وقتی میگم که صرفا چند تا پیام میخوام براتون بخونم کلا یکی یا نهایتا دو تا پیام میخونم یه بخشی علتو به خاطر اینکه پیامشون نکته خیلی زیاد داره یکی از پیام ها رو من بخونیم یک دوست عزیزی گفته که آقای حسین پور گفته که خسته باشید تعلیگر عزیز من سال هاست که در استرالیا زندگی میکنم و همیشه با کشور عزیزم ایران هم در تماس هستم و برام های شما دیگر ایران دوستان رو دنبال میکنم در استرالیا همه مالیات پرداخت میکنن البته به نسبت درآمدشان سوال من اینه که چرا در ایران هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستن چه دلیل قانون برای این موضوع بله این مسئله مسئله که خیلی پیرامونش بحث زیاده و اینکه همواره هر چند وقت یه بار این بحث داغ میشه باز دوباره با های روبرو میشه نمیدونم بعضی ها میگن که حالا در خصوص دولت روحانی که این رو با قطعیت میگفتن در خصوص دولت رئیسی بود ببینیم جلوتر ببینیم که این رو میشه ازش برداشت کرد یا نه به این اشاره کردن که اینها یک بدنه مردمی و یک بدنه هوادار دارن و اگر همچین داستانی بخواد از سوی یک دولتی رخ بده میتونه بر روی محبوبیت یا رأی اون دولت اثر بذاره پس از همین جهت دولت ها ترجیح میدن که رأی سلبریتی‌ها رو داشته باشن به جای اینکه بخوان مالیاتی مالیاتی از آنها بستانن و اینکه اونها رو در انتخابات های بعدی در مقابل خودشون ببینن قضاوت نمیکنم باید بریم جلوتر رفتار دولت رئیسی رو ببینیم بعد با قطعیت بیشتر خصوصی مسئله صحبت کنیم که آیا واقعا نگاه دولت ها این شکلیه یا نه یک دولتی پیدا خواهد شد یک اقدامی انجام خواهد داد بسیار ممنونم از که برام فرستادین دوست عزیزی آقای روستایی پیام فرستاده رفقای استقلالی و پرسپولیسی ما این روزا ما پیام زیاد میدن من وارد جزئیات نمیشم چون برنامه رو نمیخوایم فضاشو بریم به سمتی که به اصطلاح خودمون ورزشی باشه ولی خیلی پیام ها میدن به خصوص از دیشب من پیام ایشون رو که دیدم یاد این قضیه افتادم دوست دیگری گفته که سلام وقت بخیر تمام برنامه شما رو میبینم گوش میکنم لایک میزنم ولی به خاطر شغلم که راننده هستم نمیتونم کامنت بزنم سپاسگزارم از شما سربازان رسمی ایران خیلی مخلصم خیلی ارادت داریم و باعث افتخاری که مطالب رو میبینید با وجود مشغله کاری که دارین و این برای ما خیلی با افتخاره خیلی ممنونم دوست دیگری گفته که رفیق مشتی من آقای آقا رزا گفته سلام و تشکر من افغانستانی در اروپا هستم ویدیو در اینترنت نیست میشه این ویدیو رو در یوتیوب بذاریم اصلا کلا ویدیوهای در خصوص مسئله فلسطین این ویدیو عجیب غریبی که گذاشته بودیم از زمین خوردن تابوت و حمله به تابوت بله اینو خیلی عجیب غریب سانسور میشه یا به هاشیه میره نمیدونم چه جوریه یعنی یه کارای این کار میکنن که شما حتی بعدا تو سرچ گوگل هم بعد از یه مدت خیلی سخت به دسترسی پیدا میکنین قابل تعمله باید یه صفحه جداگانه در یوتیوب داشته باشیم که اونجا بشه اصلا مرکز چیز این شکلی چون تو این صفحه اگر روش کار بکنیم یه جای اختصاصی نیاز داریم شما فکر میکنم که ویدیو این شکلی کم و بیش پیش میاد که در محتوا به شما ارائه میدیم شاید یه جایی نیاز هست که اونجا باشه شما موارد این شکلی رو بتونید به چجوری بگم خامه خام بهش دسترسی داشته باشید هرچند داخل کانال تلگرام همین الان هست اگر مراجعه بکنید میتونید اونجا ببینید دوستان اگر نکته‌ای داشتین اگر پیشنهادی داشتین اگر ایده‌ای داشتین داخل کامنتها حتما برای من بفرستین خیلی مخلصیم وقتتون بخیر